سلام، امیدوارم حالتون خوش باشه و تو این عصر زمستونی تو فضای گرم خانوادتون نشسته باشین. منم یه سلام میکنم خدمت شما و میخوام اولین خبر رو شروع کنم. اولین خبر ما در مورد شهاب سنگ است. چند روز دیگه کریسمس و اون موقعی از سال داریم نزدیک میشیم که اگه به آسمان نگاه کنیم یکی از زیباترین شگفتی های دنیا رو میبینیم، چون حداقل هر ساعت 150 تا شهاب سنگ یا ستاره دنباله دار دارن رد میشن. بارش شهابی جوزایی خیلی دیدنیه، چون یکی از پرتعدادترین بارش های شهابی شناخته میشه و این باعث میشه که شانس شما برای دیدن ستاره های دنباله دار بیشتر بشه. یعنی هر جایی توی این دنیا باشین، اگه سرتون رو بالا بگیرین و آسمون صاف باشه و ابر و دودی نباشه، با چشم غیر مسلح حداقل چند تا از این ستاره های دنباله دار رو میتونین ببینین. چقدر خوبه، خیلی وقتا منتظر میمونیم که یکیشون رد شه. من خودم خیلی وقتا چشم دنبالش هستش. ستاره های دنباله دار معمولا همیشه برای آدما پر از جذابیت و شگفتی هستن. خب به خاطر اینه که کم پیش میاد که بتونیم اونها رو ببینیم، اما الان کافیه خوش شانس باشیم و ابر و دودی تو هوا نباشه. اون موقع با نورهای خیره کننده میتونیم اونها رو ببینیم. اینقدر این سالهای اخیر بارش شهاب سنگ‌های جوزا زیاد شده که تازگی ها از بزرگترین رویدادهای شهاب سنگ‌ها شناخته میشن. البته امسال هم این تعداد از همیشه بیشتر بوده. امسال میشه حتی ستاره های کم نور رو هم توی آسمون دید. یه دلیل این که میتونیم بارش های شهابی جوزایی رو راحت تر ببینیم اینه که هم تعدادشون زیاده، هم سرعتشون به نسبت بقیه بارش ها کمتره. یعنی زمان بیشتری طول میکشه تا رد بشن و ما فرصت بیشتری داریم تا اونها رو ببینیم. البته اوجش 23 تا 24 آذر بوده، ولی هنوز هم میشه دید. اما برای سالهای دیگه حتما حواستون باشه بتونین شبهای بیشتری به آسمون نگاه کنین. ما معمولا به این پدیده میگیم که ستاره دنباله دار، اما در واقع اونا فقط یه خورده سنگ هایی هستن که از ستاره دنباله دار و سیارک ها جدا میشن و میسوزن. هرچی هستن خیلی قشنگ. آره. سنگا رو ببینیم باید یه خورده صبور باشیم. یعنی اینجوری نیستش که تا سرمون رو بگیریم بالا بتونیم چند تا از اون شهاب سنگا رو ببینیم. باید یه تیکه از آسمون رو انتخاب کنیم اول، بعد روی همون تیکه تمرکز کنیم و معمولا باید چند دقیقه صبر کنیم. بالاخره اتفاق میفته و یه دونه میبینیم. اگه بیشتر هم صبر کنین که احتمالاً میتونی یک شهاب سنگ پر نور ببینیم. امیدوارم که هنوز وقت برای دیدنش داشته باشیم. من که هر شب میخوام به آسمون نگاه کنم. البته بهترین زمانش گذشته، ولی حدودا تا کریسمس وقت داریم که ستاره های دنبال داره بیشتری رو ببینیم، پس هنوز فرصت رو از دست ندادیم. پس میتونیم ببینیم با هم دیگه. کنار ملیکای عزیز هستیم با اخبار داغ پاپارازی. یه چیز در مورد هرمس شنیدم، البته خودش کنده برنامه گفت، اصلا شاخ داره بردن. آره، من اول سلام میکنم به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوباره اول هفته است و با خبرهای داغی با مدام.
نمیدونم نیکولا پوهشو میشناسی یا نه؟ تو اینستاگرام دیدم خبرشو. آره، حالا برای کسی که نمیشناسنش، ایشون یکی از بزرگترین سرمایه‌دارای شرکت هرمس هستش که اومده بخش عظیمی از ثروت هنگفت خودش رو میخواد به ارث بذاره برای باغبونش. خب حتماً یه کاری کرده دیگه، حتماً یه کاری کرده و قضیه هم داره. قضیهش هم از این قراره، اون که یکی به عنوان یکی از نوادگان بنیانگذار هرمس هم شناخته میشه، بین 5-6% از سهام این شرکتش رو در اختیار داره. اون گفته میخواد باغبون سابقش و مرد همه کاره خودش رو به عنوان فرزند خوندش بپذیره، بخش قابل توجهی از ثروتش رو به اون ببخشه. البته اینم باید بگم که ثروت نیکولا حدود 11.5 میلیارد دلار تخمین زده میشه که باید خیلی بیشتر از اینام باشه. خلاصه که سرتیتر روزنامه تریبون دوزیجنو هم بوده و بزرگ به عنوان بزرگ سرتیترش نوشته شده بوده که باغبان و وارث تازه‌اش. برای کسی هم که نمیدونم باید بگم هرمس یکی از شرکت‌های فرانسوی تولید کننده های کالاهای لوکس به حساب میادش که در سال 1837 تأسیس شد و کار عمدهش هم طراحی و ساخت پوشاک، لوازم چرمی، عطر و کالاهای دیگه با کیفیت و خیلی گرون قیمت هستش. دلیل اصلی مرگ متیو پری هم مشخص شد. همین هفته پیش بود که بهتون گفتم دوستاش مثل ریچل گرین اومدن ازش حمایت کردن و گفتن سالم بوده و ترک کرده. اما بر اساس گزارش کالبر شکافی که چند روز پیش منتشر شد، متیو پری بازیگر مشهور سریال فرنز بر اثر وجود حاد کتامین درگذشته. به گزارش این منبع، گزارش‌های دیگه‌ای که پیش از این در مورد مرگ این بازیگر مطرح بوده، مثل خفگی بر اثر غرق شدن، بیماری عروقی که به دلیل عوارض ناشی از ترک مواد مخدر به وجود می‌اومده و همینطور مرگ تصادفی، همشون رد شدن. در این گزارش هم همینطور اومده که میزان کتامینی که در خون اون بوده بسیار بالا بوده و این نکته مشکلات قلبی و تنفسی برای او ایجاد کرد و باعث شده که متاسفانه فوت بکنه. البته که به نظر من دلیلش هرچی بوده واقعا چیزی رو عوض نمی‌کنه، چون تو یاد و خاطره ما چندلر همیشه زنده می‌مونه. نیکی مناژ رپر 41 ساله کار خیلی قشنگ کرده. اون با حضور خودش توی برنامه تلویزیونی مجموعه‌ای از اسباب بازی‌ها و همچنین مبلغ 50,000 دلار رو به یک سازمان خیریه اهدا کرده تا این هدایا بین کودکان نیازمند در سراسر آمریکا توزیع بشن. اون گفته این کار برام یک دنیا معنی داره، خدا همه بچه‌های جهان رو حفظ کنه. سلین دیون خواننده افسانه‌ای کانادایی که فکر نمی‌کنم واقعا کسی باشه نشناستش، متاسفانه چند وقتی هست که مبتلا به یک بیماری درمان ناپذیر شده و دیگه کنترل روی عضلات خودش نداره. وضعیت بیماری سلین دیون در حال حاضر پیشروند و غیر قابل درمان گفتن که هست. خواهر سلین دیون هم گفته اون سخت کوشه اما کنترل روی عضلاتش نداره. چیزی که قلب من رو میشکونه اینه که اون همیشه منضبط بود. مادرمون همیشه به اون میگفت تو این کارو خوب انجام میدی، تو این کارو به درستی انجام میدی. هم در رویاهای ما و هم در رویاهای اون هدفش بازگشت به صحنه هستش. سلین دیون سال گذشته اعلام کرد که به این بیماری نادر که همون سندروم شخص صفر هستش مبتلا شده که به اون اجازه خوانندگی نمیده. اون پس از ابتلا به این بیماری به اجبار کنسرت‌های تور دور دنیای خودش رو هم مجبور شد که لغو کنه متاسفانه. وقتی پیش از ازدواج عدل براتون گفتم، اما حالا به گزارش نشریه دیلی میل، عدل اومده برای محافظت از ثروت 220 میلیون دلاری خودش قبل از ازدواج با ریچل پارک قراردادی را امضا کرده. این قرارداد باعث میشه که در صورت هر گونه مشکلی که در رابطهش با همسرش و جدایی احتمالیشون پیش بیاد، از اموال و دارایی عدل در دعوای حقوقی محافظت بشه. به گزارش سلبریتی نتورک، ثروت عدل 220 میلیون دلار هست که شامل درآمدش از رزیدنسش در لاس وگاس 13 میلیون دلار و فروش 4 آلبومش به ارزش 31 میلیون دلار و 34 میلیون دلار هم از فروش دیجیتالیش بوده.
برخی از املاک عدل هم یک عمارت بزرگ در بیورلی پارک در لس آنجلس هست به ارزش 58 میلیون دلار، یک خونه در بیورلی هیلز لس آنجلس به ارزش 9.5 میلیون دلار، یک عمارت در بیورلی هیلز لس آنجلس به ارزش 10.5 میلیون دلار و دو خونه شهری داره در لندن به ارزش 14 میلیون دلار و یک عمارت 11 میلیون دلاری در ساسکس غربی در انگلیس. محل سکونت اصلی عدل هم ملک 11 میلیون دلاری ساسکسش در انگلیس و ملک 10.5 میلیون دلاریش در بیورلی هیلز لس آنجلس هست. جاناتان میجرز بازیگر 34 ساله هم مجرم شناخته شد. میجرز که 9 ماه قبل به اتهام تجاوز، خفه کردن و آزار و اذیت دوست دخترش گریس جباری بازداشت شده بود و همون روز هم آزاد شده بود، چند روز قبل در دادگاه کیفری نیویورک پس از 3 روز رایزنی هیئت منصفه مجرم شناخته شد. اون در ابتدا با 4 اتهام جداگونه مواجه بود و در نهایت به 2 موردشون، یعنی حمله بی‌پروایانه درجه 3 و آزار و اذیت، مقصر و مجرم شناخته شد. ستاره مارول با حداکثر 1 سال حبس در پشت میله‌های زندان مواجه هستش و حکم اون هم در 6 فوریه 2024 در دادگاه نیویورک صادر میشه. ماریا کری خواننده سرشناس 54 ساله هم بعد از 7 سال زندگی مشترک از پارتنرش برایان تاناکا، رقصنده 40 ساله آمریکایی، جدا شدش. شایعه جدایی این دو نفر هم از اجرای تور ماه قبل ماریا بود که برایان در اون حضور نداشتش. منبعی به نشریه پیپل گزارش داده ماریا این روزها در حال گذروندن تعطیلاتش در کلرادو هستش و پارتنر رقصندش هم همراهش نیست. این اولین بار از سال 2016 تا الانه که این دو در تعطیلات کریسمس با همدیگه نیستن. دلیل جدایشون هم فعلا مشخص نیستش. اما ماریا از سال 2006 برایان رو میشناخت و رقاص تورهای اون بودش و بعد از جدایی از همسرش نیکانن در سال 2016 با برایان تاناکا وارد رابطه شد. کری هم دو فرزند دوقلوی دختر و پسر 12 ساله به نامهای موراکین و مورینو از همسر سابقش نیکانن داره. خب اینم از خبرهای پاپارزی این هفته. امیدوارم که مثل این آقای باغبون حسابی خوش شانس باشین. برگردیم با ادامه برنامه با مسعود الهی عزیز. تا حالا با خودتون فکر کردین که یه جایی توی زندگیمون واقعا به حیوانات و گیاهان آسیب رسوندیم و صدمه زدیم؟ فلافه کردی؟ آره، همیشه همین کارو داریم میکنیم متاسفانه. و واقعا انسان ها فکر میکنن که دنیا فقط مال اوناست، خیال میکنن که مالک مطلق کره زمین هستن. براتون میخوام یه مثال بزنم از یک ساختمون بلند غول‌پیکر شیشه‌ای به اسم لیک سایت سنتر توی شیکاگو که باعث شده همین اواخر توی ماه اکتبر فقط توی یک روز این آمار مال یک روزه 1000 تا پرنده باهاش برخورد کنن. تصورشو بکنین که این همه پرنده به خاطر اینکه اون ساختمون شیشه‌ای بود و ندیدن باهاش برخورد کردن و کلی تلفات داشتن، اونم در یک روز. واقعا خیلی بیشتر از این حرفاست. این فقط مربوط به یه ساختمون و یه شهره. فکرشو بکن ببین چقدر ساختمون بلند شیشه‌ای هست. سازمان حفاظت از پرنده‌ها توی آمریکا اومدن حساب کردن که هر سال حدود 1 میلیارد پرنده یه همچین سرنوشتی رو دارن. متاسفانه اینم بگم که با کمک همین سازمان بعضی از افراد از چند سال پیش داوطلب شدن که این آمارها رو ثبت کنن و بالاترین آمار برای همین لیک سایت سنتر بوده که تو یک روز ثبت شده که 1000 تا پرنده متاسفانه باهاش برخورد داشت. مکورمیک پلیس لیک سایت سنتر بزرگترین مرکز همایش توی آمریکای شمالیه. مرکز لیک سایت که الگوی مدرنیسم معماری طی مراحلی از سال 1960 تا 2017 ساخته شده و یک غول بزرگ فولادی، بتونی و شیشه‌ای به حساب میاد. اگرچه این ساختمون با توجه به استانداردهای معاصر خیلی بلند نیست، اما نمای شیشه اون که تقریباً زاویه‌ای شکسته نداره
ساختمون پردردسری رو برای پرنده ها درست کرده. مخصوصا توی شب که نورهای داخلی درخشان ساختمون باعث سردرگمی پرنده ها میشن. هزار پرنده‌ای که تو اون روز کشته شدن بخش کوچکی از میلیون ها پرنده مهاجری بودن که به سمت جنوب قاره میرفتن. سفری که این حیوانات دو بار توی سال انجام میدن. یکی از راه‌های جلوگیری از برخورد پرنده ها توجه بیشتر به طراحی ساختمون های شیشه ای توی شهر هاست. مثلا سال 2009 توی شیکاگو وقتی که برج آکوا یا برج آبی معمار آمریکایی به اسم جینگنگ تکمیل شد، نمای موج مانند و شیشه های خرد شدهش تا حدی برای جلوگیری از پرواز پرنده ها به سمت پنجره های ساختمون طراحی شده بود. این برج نشون میده که چجوری ویژگی های معماری که معمولا برای بهبود زندگی آدم ها انتخاب میشن میتونن برای بقیه موجودات هم مفید باشن. مدل استفاده آدم‌ها از چراغ و نور مصنوعی هم یه مشکل بزرگ برای مراقبت از پرنده هاست. الان فهمیدن که هر سال به خاطر 11 سپتامبر توی نیویورک نوری که نصب میکنن باعث میشه پرنده های مهاجر سردرگم و خسته بشن. پرنده ها به سمت اون نوری که توی ارتفاعات هست کشیده میشن و از مسیری که برای مهاجرت داشتن میرفتن منحرف میشن. یعنی راهشون رو گم میکنن. متاسفانه یه جوری انگار توی یک تله میفتن. اون نوره باعث میشه که فکر کنن که اشتباه دارن میرن و از مسیرشون کلن منحرف میشن. گول میخورن در حقیقت. برای حرف راجع بهش زیاد بوده. اتفاقا دو سه سال پیش هم تصمیم گرفتن که به شکل دوره‌ای چراغا رو خاموش کنن و دوباره روشن کنن که حتی اگه پرنده ها سردرگم بشن بتونن دوباره راهشون رو پیدا کنن. یه تحقیق تو شیکاگو انجام شده و فهمیدن که با خاموش کردن حتی نصف چراغ‌های ساختمونایی که بزرگ هستن و تو شب اگر چراغ‌هاشون رو خاموش کنیم باعث میشه که این اتفاق برای پرنده ها نیفته. و یه قانون جدید توی نیویورک گذاشته شده که شب‌ها ساختمون‌ها چراغ‌هاشون رو خاموش کنن، مخصوصاً چراغ ساختمونایی که خالی‌اند مثل مدارس و در واقع ساختمون‌های دولتی، و اینجوری باعث میشه که یک کمکی به پرنده های مهاجر داشته باشن. دقیقا. خیلی خوبه که آدم ها الان بیشتر به فکر این افتادن تا مواظب به موجودات دیگه باشن و رعایت حق و حقوق اونا رو هم بکنن. همه ما توی این زمین زیبا به هر حال یه سهمی داریم. دقیقا. الان سهم ما چیه؟ سهم ما یه استراحت یه ساعت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با شما هست. یه سوال ازت دارم. صبح وقتی بیدار میشی سرحال و پر انرژی هستی یا اصلا بیدار شدن برات سخته و خسته و کسلی؟ هم سرحال و پر انرژی اتفاق میفته، هم خسته و کسل، ولی اصولا دوست ندارم صبح خیلی زود بیدار شم. ولی از بچگی بهمون چی گفتن؟ از بچگی بهمون گفتن که شب زود بخواب که صبح زود بیدار بشی. ولی واقعا برای بعضیا زود بیدار شدن خیلی سخت. آخه میدونی این سرخیزی بعضی از آدم ها ریشش توی اون ژن‌هایی که از اجداد نئاندرتال در حقیقت براشون باقی مونده. ما که این اتفاق برامون نیفتاده. دانشمندا میگن که کسایی که تازه زود میخوابن و صبحام زود بیدار میشن باید برای این عادتشون واقعا برام از اجداد باستانیشون تشکر کنن. تشکر ویژه داریم از اجداد ما. در واقع یعنی اون دی ان ای که از آشناهای نئاندرتالمون اون موقع با اجداد و نسل بعدی ما فامیل شدن به ارث رسیده که نقش زیادی توی این موضوع داره. یا همون هوموساپینس ها از آفریقا به اوراسیا رفتن، با نئاندرتال ها آموزش کردن و ژنایی رو ازشون گرفتن که تا
تونستن با محیط جدید و سرما و روزای کوتاه زمستون سازگار بشن و همین باعث سحرخیز شدنشون شده. البته بیشتر ژن‌هایی که آدم‌های امروزی از آموزش با نئاندرتال‌ها بهشون رسیده تو جریان تکامل از بین رفته، اما یک کمی از اونها هنوز مونده و توی بدن بعضی از ماها پیدا میشه. دسته‌های بزرگی از انسان‌های خردمند حدود 70 هزار سال پیش از آفریقا به اوراسیا مهاجرت کردند. موقع ورود اونها با نئاندرتال‌ها مواجه میشن که قبلاً با زندگی توی آب و هوای سرد سازگار شده بودند و صدها هزار سال توی این قلمرو زندگی می‌کردند. به خاطر آمیزش بین این گروه‌ها، انسان‌های امروزی تا 4% از DNA نئاندرتال‌ها مثل ژن‌های مرتبط با رنگدانه‌های پوست، مو، چربی و سیستم ایمنی بدن رو ازشون دریافت کردن. البته دانشمندان میگن فکر نمی‌کنن که سحرخیز بودن کمک خیلی بزرگی می‌کرده و مشکل حل می‌شده، چون توی عرصه‌های جغرافیایی بالاتر داشتن ساعتی که انعطاف‌پذیرتره براشون بهتر بوده و میتونستن خودشون رو با نورهای فصلی متغیر تطبیق بدن. اونا فکر می‌کنن که این ژن‌ها به اجداد ما کمک می‌کرده تا با زندگی در عرصه‌های جغرافیایی بالاتر سازگار باشن. زمانی که اجدادمون توی منطقه‌های گرمسیر آفریقایی داشتن تکامل پیدا می‌کردن، طول روز متوسط 12 ساعت بوده. از اونجایی که شکارچی‌ها فقط 30% از زمان بیداریشون رو دنبال غذا بودن، 12 ساعت براشون خب زمان خیلی زیادی بوده در واقع. اما بعد از مهاجرت هرچی به سمت شمال زمین رفتن، روزای زمستونی که غذا کم بوده کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌شد و در نتیجه هم برای نئاندرتال‌ها و هم انسان‌های مدرن اینکه نور می‌زده شروع به کار می‌کردن و جمع‌آوری غذا. البته سرخیز بودن نیازی به گرفتن این ژن نداره، یعنی اینکه بگیم این ژن رو داشتیم که سرخیز بودیم، نه، کلی ژن‌های دیگه هستش که توی خواب و بیدار شدن ما تأثیر مستقیم دارن. تأثیرات محیطی و فرهنگی هم مهمه. عادت هم نقش زیادی داره به نظر من. کلاً ژن‌های نئاندرتال درست وجود داره، اما به تنهایی تأثیر اونچنانی خیلی کم ندارن. درسته. بابا تا هر موقع دوست دارین بگیرین بخوابین استراحت کنین. چه کاریه؟ واقعا تا وقتی که بدن نیاز داره باید استراحت کرد. حالا؟ خب. میریم سراغ خانومی که از همه بیشتر استراحت کردن رو دوست داره. خانم من یه هفته است که استراحت کردم و برای شما کلی موزیک پیدا کردم. قبلش سلام کنم خدمتتون. بریم سراغ این که بچه‌ها امتحان دارین، میدونستین؟ دستتون رو واقعا باز اومد سوال کنه. ببین گیر میافتی خانم. دو تا سوال میکنم بعد توش میمونی یا؟ خیلی خوب. باشه بذارید اول من دیدم شما رو پشت زب میگی تو رو خدا اذیت نکنین یه جلوی دوربین بلبل میشی، حواست باشه. یه ذره بذار من از الهه پس سوال کنم. بارون باشه. سریع خودم رو چیز کردم اومدم بیرون. خب من یه شعر میخونم برات، میخوام حدس بزنی که این ماله کدوم خواننده است. باشه. به من بگو دروغاتو یا این که اون قسماتو. فهمیدم سوزان روشن. منم میدونستم. خب آره خیلی بله. راحت موزیکاش همه معروفه دیگه، همه میشناسنش و عاشقشن و دوستش دارن. بله تیپ و استایل خاصی هم داشت. بله آره و همین الان هم همینطوره. درسته. بله. و هفتش ماهی هست، نمیدونم در جریان این یا نه، هفتش ماهی هستش که فعالیتش رو شروع کرده. بله. و الان 3-4 تا موزیک ویدیو منتشر کرده که الان چهارمین موزیک ویدیوش رو میخوام معرفی کنم. بریم با هم دیگه ببینیم. موزیک ویدیوش اسمش آروم آروم هست. بریم با هم ببینیم. صد بار دنیا بیام عاشق تو میشم، صد سال دیگه من با تو پیر نمیشم، ناز چشای تو قیمت جون که باشه مشتری همیشه گیشم. واقعا بهشون تبریک میگم، همچنان هم صدای زیبایی دارن و هم استایل خوبی. خب
موزیک ویدیوی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم از آقای پویا هست که اصلا نیازی به معرفی نداره و هممون میشناسیمش. دو روز پیش یک موزیک ویدیوی جدید منتشر کردن به اسم تقدیر. با صداش عاشق شدیم و عاشق صداشیم. رضا صادقی عزیز موزیک ویدیوی جدیدش منتشر شده، بیشتر از عشق. بریم با هم دیگه ببینیم. کاریزما، سورپرایز آقای حمید اصغری برای ما و شما. که اصلا قلقت اومد که دستم صده صده صد که بستم دیگه رو تو عشقم با چشمات میکنی تو پادشاهی تو بگوشم با کجایی میدونی که عشق مایی ببینم ترشم سال 90 با موزیک عاشق چشماتم معروف شد. بله مسعود صادقلو رو میگم. تیزر جدیدی الان منتشر کرده به اسم همه رو جواب کردم. بریم با هم ببینیم. بس خوشگلی تو چشی رختش با هم جور رشی اجازه نمیدم از هم تا یه قدم دور رشی من رو تو حساب کردم که همه رو جواب کردم خاطر تو رو میخواستم که تو رو انتخاب کردم. موزیک ویدیوی جدید عجم منتشر شد به اسم آفت. آفت 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 چه کردی با قیافت همه محل درگیر و کلافت همه محل درگیر و کلافت. قسم به زامن چاقوی زنجان ندیدم مثل تو تو کل تهران غلاف کن تیخ که اون ابروی تیزه سخت انداخته رو اخلو دلو جان آفت 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 یا 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 ترک جدید پوتک، لیتو، خلصه و یانگ استودنت منتشر شده به اسم لوکا. بریم با هم ببینیم و بشنویم. حاجی گنگ به تتونی به مرامه دالاشی و پشت من میدم من ادامه دافی رو تنش مالیده نوتلا و خامه همیشه هم آخرشونی که من میخوامه بفرست بیا لوکو 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 حاجی سپایسی ترم من و سابی ترکیب خفن یه تیم درست سابی سپی خ... خب امیدوارم که لذت برده باشید. من سعی کردم این هفته موزیک ویدیو کلن شاد باشه که شماها بیشتر لذت ببرین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا هفته آینده و یک شنبه خدا نگهدارتون. به نظرم پیری خیلی خوبه. پیری یعنی روند یک زندگی طبیعی. احساس خوشبختی برای لحظاتی که توی دنیا گذروندیم و قدردانی از بدنی که خیلی وقت مدام داره برامون کار میکنه. البته طبیعتا همیشه هم همه اعضای بدن عالی کار نمیکنن. به هر حال ما اینو میدونیم. یه سریشون بهتر کار میکنن. یه سری بدتر. بعضی از اندام ها جوانتر میمونن و بعضیاشون هم زودتر پیر میشن. خب البته بدن کم کم با پیری کنار میاد، اما وقتی یه عضوی زودتر از بقیه اعضای بدن در حقیقت پیر میشه ممکنه که برات خیلی اذیت کننده باشه. تازگی ها دانشمندا گفتن میشه با یه آزمایش ساده خون فهمید کدوم قسمت از بدنمون زودتر پیر میشه. میدونین در واقع این کار به این درد میخوره که یه جورایی راهنمایی برای درمان، یعنی قبل از اینکه علائم و مشکلات توی بدنمون پیش بیاد میفهمیم. به خاطر اینکه معلوم شده کسایی که بعضی از اندامشون مثل مغز و کلیه ها و قلب سریع‌تر پیر میشه بیشتر از بقیه تو معرض خطرن، یعنی زودتر ممکنه بیماریایی رو بگیرن که به اون نقاط مربوط میشه. ولی تو دلت جوان مونده، دقت کردی؟ بله خودم هم جوانم. این آزمایش روی هزاران نفر انجام شده.
که بیشتر اونها تو سن میانسالی و بالای 50 سال بودن و 11 تا از اندامهای اصلیشون مثل قلب و مغز و ریه ها رو تحت نظر گرفتن. نتایج نشون داده که از هر 5 نفر آدم سالم که 50 ساله و بالاتر بودن، یک نفر ممکنه حداقل یک عضو با پیری سری داشته باشه. از هر 100 نفر هم یک یا دو نفر ممکنه چند اندام پیرتر از سنشون رو داشته باشن. محقق ها گفتن که خطر ابتلا به بیماری توی افرادی که اندام هاشون سری تر از همسن و سال هاشون پیر میشه بیشتره. دونستن اینکه کدوم اندام ها زودتر پیر میشن میتونه به درک بیشتر مشکلات سلامتی کمک کنه. به عنوان مثال، پیرتر بودن قلب خطر نارسایی قلبی رو زیادتر میکنه و مغزی که به سرعت پیر میشه ممکنه بیشتر مستعد زوال عقل باشه. اندام‌ها و ساختارهای بدن که با آزمایش خون بررسی میشن، مغز، قلب، کبد، ریه، روده، کلیه، رگ‌ها، بافت ایمنی و پانکراس هستن. توی آزمایش خون سطوح پروتئین ها رو برای پیدا کردن سرنخ در مورد اینکه کدوم اندام ها بیشتر پیر شدن و با چه سرعتی این اتفاق افتاده بررسی می کنن. پیش بینی میشه که الگوهای پروتئینی خاص برای اندام های خاص وجود داره. دانشمندایی که روی این موضوع تحقیق میکنن گفتن که موقعی که سن هر کدوم از این اندام ها رو روی آدمایی که تو آزمایش شرکت کردن و سنشون بالای 50 سال بوده با همسن و سالاشون اومدن مقایسه کردن و فهمیدن بیشتر از 18% اونا حداقل نیاز به بدنشون یا مسن‌تره یا داره با سرعت بیشتری پیر میشه. بعد هم یه چیز مهم معلوم شده، اونها توی 15 سال آینده مسلماً دچار یک بیماری مربوط به اون عضو پیرترشون خواهند داشت. اگرچه به نظرم این مطالعه زمانی کامل میشه که بیان یه ذره سن آدمایی که روشون تحقیق میکنن و بیارن پایین تر. خب این خیلی کمک بزرگیه، چون یکی از پروفسورهایی که این موضوع رو داره تحقیق میکنه گفته این یه راهیه برای تشخیص علائم اولیه این مریضی ها. یعنی الان من یکم زانوم درد میکنه، علتش پیری که نیستش طبیعتا. پیری که شدی ولی اون به خاطر اون کوهنوردی بود که رفتی و فشار آوردی. آره. اون ربطی به اون نداره. آره، میتونه دلیل دیگه ای داشته باشه. بد نیست تو کوچه قصر بالایی رفتم من واقعا. خیلی. خیلی زیاد تلاش کردم. اینجوری نیستش که دیگه از این لحظه به بعد بگید که این اتفاق افتاده، این قسمت از بدنم درد میکنه، آره، پس دچار پیری در این عضو یا این ناحیه هستم. نه نه نه، اون یک موضوع دیگه است. اون روز واقعا خب خیلی زیاد پیاده روی کردی و خیلی هم خسته کننده بود و مربوط به اون استراتژی درست پیری یه اندام ممکنه سالها هیچ علائمی نداشته باشه و مشخص نشه. خب داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و یادتون نره که یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و برنامه رو از اونجا هم تماشا کنید. اما جایی نریم و حتما لیلیون رو همراه با ما تماشا کنیم تا برنامه بعد. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. خدا حافظ. بپوش چکمه هایت را که دیر از ها نزدیکند، سکوت را باد برده، یک عالم حرف در راهند. بساز این خانه ویران برای مادران من که فرزندان بی پناه ماندن، برای مردم ایران. می بویمت، می خوانمت، می سازمت دوباره ای وطن. می بویمت، می دوباره ای وطن.
بپوش شکمه هایت را که دیر از ها نزدیکن، سکوت را باد برده یک عالم حرف در راهند. بساز این خانه ویران برای مادران من که فرزندان بی پناه ماندن، برای مردم ایران. می بویمت، می خانمت، می سازمت دوباره ای وطن. می بویمت، می دوباره ای وطن.